خیلی خیلی مشتاقم با کارگردانهایی کار کنم وقتی میگم انتخاب میکنم کار کنم با کارگردانهایی کار کنم که میشه باهاشون چالش داشت میشه باهاشون بحث کرد و الا بودن ذره جاذبه برای من نداره که فکر کنم با کارگردانی کار کنم که هرچی من میگم بگه باشه یا هرچی اون میگه من بگم باشه اصولا من در کارهام خیلی برام تضاد جذابه همیشه تضاد برام سازنده است خیلی بحث میکنم با با عوامل مختلفی که من روی کارشون اثر دارم یا روی اونا روی کار من اثر دارن یک جمله خیلی زیبایی آقای مهرداد فخیمی سر فیلم مسافران به من گفتن من میخواستم خودم رو تنظیم کنم با دوربین به من گفتن خانم شما این کار رو نکنین شما ما خودمون رو با شما تنظیم میکنیم چون شما تجلی اندیشه کارگردانی و این تجلی اندیشه باید ازش مراقبت بشه انقدر این حرف برای من بار سنگینی داشت برای اینکه مسئولیتم در مقابل کاری که دارم انجام میدم خیلی زیاده فقط این نیست که فکر کنم یه نقشی رو دوست دارم دارم بازی میکنم من اندیشه یک انسان دیگری رو که میخواد یه کار هنری بکنه رو باید متبلور کنم و خودم نشانه ای از اون اندیشه باشم این برای من خیلی جذاب شد پس حساسیتم برای انتخاب کارگردان بخش زیادیش درش یک خودخواهیه که من تجلی اندیشه کسی نباشم که نتونم از اندیشش دفاع کنم منظورم بدون هیچ قضاوتی اندیشه که قرار به زیبایی نشون داده بشه در یک فیلم یه کسی میگفتش که هر وقت توی سینما میخوان یه کار سختی بکنن که احتیاج به جدل و چالش دارن میگن بریم با متمداری ها حرف بزنیم این خیلی برای من جالب بود برای اینکه برای خود من وقتی میخوام کار کنم این چالش بین نویسنده و کارگردان و بازیگر برام یکی از کارهای خیلی جدی و مهمه بخش مهمی از کار کردنم در یک فیلمه اینکه وقتی سناریو رو میخونم فکر میکنم کسی که نوشته حتما باید راجبش باهاش حرف بزنم که معمولا توی کارهایی که من میکنم نویسنده ها و کارگردان ها یکی هستن ولی کارهایی هم بوده که نویسنده کس دیگری بوده کارگردان کس دیگه یعنی با دو تا اندیشه بجز خودم در مورد فیلم نامه روبرو میشدم نه یک اندیشه جدید وقتی با هم شروع میکنیم به حرف زدن اولا که من همیشه وقتی دارم فیلم نامه رو خونم، همه چی رو یادداشت میکنم مینویسم که اولین برخوردی که با فیلم نامه کردم چه چیزایی به نظرم رسیده اصلا کاری ندارم کی نوشته یا قرار من چه نقشی رو بازی کنم شاید گاهی اوقات بیش از نقشی که خودم میخوام بازی کنم حساسم نسبت به نقش دیگران و مسائلی که راجبه اونا به نظرم میرسه مینویسم اولین کاری که دلم میخواد انجام بدم اینه که به نویسنده این اطمینان رو بدم که من به عنوان یک بازیگر هیچ دخالتی در اندیشه نویسنده ندارم یا در تغییر خلاقیتش یا خلق یک اثر هنریش ندارم من فقط میخوام کاری بکنم که این نوشتهی که نویسنده داره در عمل بهتر دیده بشه یا بخش زیادی از تفکراتش در نوشته تبدیل بشه به فعل و من بازی کنم به چه شکل میتونیم بهتر این کارو بکنیم و اگر که کارگردان هم باشه اونم به همین شکل اولین وظیفه این میشه که بهشون اطمینان بدم من برای خودم چیزی نمیخوام برای کل یه کار چیزی رو میخوام برای بهتر شدن یادم میاد یه فیلمی رو کار میکردیم که کارگردان در یک فیلم قبلیش من و دو تا بازیگر دیگه با هم ستایی بازی کرده بودیم از ترکیب ما ستا میخواست یه کار جدید بکنه روزی که ما رو دعوت کرد چند تا صفحه خلاصه یک قصه رو برامون تعریف کرد و داد خوندیم و بعد گفت برین هر کدومتون از دید خودتون این فیلم نامه رو بنویسین هفته بعد که با هم قرار گذاشتیم و هر کس از دید خودش یه چیزی نوشته بود یکی از بازیگرا شروع کرده و نوشته بود از در وارد میشوم نمای بسته صورت من است من می نشینم من بلند می شوم بعد دوربین میچرخد به طرف من شروع کرده بود یه دکوپاج بر اساس خودش نوشته بود بعد کارگردان گفت خب من اینجوری بخوام کار کنم پس اون دوتای دیگه چی میشن من کل سناریو رو میخواستم از دید شما ببینم چیه خیلی برای من جالب بود اون تیزهوشی کارگردان و اینکه آدم دریافت کنه برای کل یک قصه قرار کاری انجام بده نه فقط شخص خودش چون وقتی در کل کاری رو درست انجام بدی قطعا به نفع تک تک افرادم هست کاری که من انجام میدم معمولا سناریویی که میگیرم از گروه کارگردانی خواهش میکنم که حتما چند تا صفحه سفید اول و آخر سناریوی من بذارن وقتی این چند تا صفحه سفید رو میذارن به من این امکان میده که چیزایی رو که میخوام یادداشت کنم اولین یادداشت های من مربوط میشه به اولین برخورد هایی که با کارگردان یا با نویسنده دارم وقتی شروع میکنیم با هم حرف زدن من اول ازشون میخوام که برای من توضیح بدن هدفشون چی بوده؟ دنبال چه چیزی هستن؟ این فیلمنامه از منظر کی داره تعریف میشه؟ که من بتونم از همون منظر فیلم نامه رو بخونم و راجبش حرف بزنم و بعد شروع میکنم راجب این که اگر این یه دیالوگ کم بشه یا اگر این اضافه بشه یا اگر این با این لحن گفته بشه یا اگر احیانا توش یه ضربالمثلی گفته بشه بسته به شخصیتی که داره کار میکنه از تجربه خودم در طول سالهای زندگیم و در طول سالهایی که کار کردم در اختیار نویسنده و کارگردان میذارم نکته مهم اینه که من بتونم اون اول این اطمینان رو در ذهنشون ایجاد کنم که اگر دارم حرفی میزنم نه برای فقط تبلور نقش خودمه و بعد شروع میکنیم با همدیگه برای بهتر شدن سناریو یا بهتر شدن اون نقش حرف زدن و هی hey, یادداشت میکنیم و من هی hey, یادداشت میکنم که یادم نره اونها چی گفتن و گاهی اوقات اونا یادشون نره من چی گفتم و همه رو قبل از شروع فیلم برداری با هم حل میکنیم یعنی من وقتی میرم سر فیلم برداری دیگه با این سناریو اونقدر کار ندارم که قبلش کار دارم از قبل من عین یک منشی صحنه همه چی رو برای خودم کدبندی میکنم تمام راکور لباس صحنه هام حتی گاهی اوقات حسام همه رو علامت میزنم و به یک خلاصه نویسی میرسم در مورد کل کاری که قرار انجام بدم در نچه صبح که از خواب بلند میشم یا صبح که میخوام بخوابم گاهی اوقات که شب کار هستیم میدونم فردا با چی رو بروم لباسم چیه از چه صحنه ای به چه صحنه ای میخوام برم و گاهی اوقات حتی حسم چیه یا دیالوگام چیه یه کار دلی برای خودم میکنم مینویسم دقیقا چه روزی چه ساعتی در کجا شروع کردیم به فیلم برداری و روز پایان رو هم مینویسم اکثرا یه اختلافی وجود داره بر اون چیزی که گفته شده یا اون چیزی که اتفاق افتاده ولی همه اینا مثل یه شیرینیه اینه یه پازلی میمونه که باهاش بازی میکنم و این بخشی از تمرکز من نسبت به کارم میشه انگار یک بازی شیرینه برای بازی کردن در یک فیلم برای من که در این حال هم خیلی علمیه و هم خیلی راهگوش هست گاهی اوقات من میتونم به همکارهای دیگه کمک کنم برای اینکه مطمئن بشن مثلا حتی نور این صحنه یه دونه چراغ اضافه تر داشته یا کمتر چون اینا هم علامت میزنم توی سناریوم که همش پر از یاد داشته گاهی اوقات نوع بازی که کارگردان ازم خواسترم علامت گذاری میکنم البته هیچ کس به جز خودم نمیفهمه تو این چه خبره ولی خودم میفهمم وقتی یه فلش زدم رو به بالا یعنی حسم یه کمی بالاتر از صحنه های دیگه است. یعنی اون چیزی که هست یا خشمگینه یا خوشحال یا هیجان زده است نسبت به صحنه های دیگه فرق میکنه یا گاهی اوقات یادداشت میکنم که این صحنه مثلا در چهلمین روز فیلم برداری شده و روز چهلم قبلش باید این اتفاق بیفته که به چهلمین روز برسیم یه چیز خاصیه اونم باز علامت میزنم و آخر سناریوم توضیح میدم که اون علامت معناش چیه یه جور سناریومو برای خودم ویراستاری میکنم که البته توش پر از علامتها ها و پر از رازهایی که خودم ازش سر در میارم کار دیگه ای هم که میکنم باز عین یه بازی کودکان است که خیلی برام دل نشینه من شخصیت های خودم رو با یک رنگ خاص که بستگی داره به حالت اون شخصیت مثلا اگه خیلی زن لطیف و احساساتی باشه با رنگ صورتی میکشم تمام سکانس هایی رو که میخوایم کار کنیم با یه رنگی که مشخص تر از صورتی باشه یا شبرنگ یا نارنجی یه چیزی که در اولین برخورد ببینیم این سکانسه اینا رو تقسیم بندی میکنم بر اساس شخصیتم و در آخر سکانس هایی که خودم کار دارم با همون رنگ شخصیت خودم علامت میزنم که گرفتیم سکانس هایی که دیگران کار دارن با یه رنگ دیگه و سکانس هایی که در شب با یه رنگ در روز با یه رنگ و کل سکانس ها رو که بجز بازیگر فقط فضاست که فیلم برداری میشه رو با یه رنگ دیگه در در اولین نگاه میفهمم من چند روز کار داشتم دیگران چند روز کار داشتن و چه جاهایی کار کردیم این سناریو شاید بیشترین یادگاریه که از یک فیلم برای من باقی میمونه و و عزیزترین شاید یادگاری یه کار برم من یادم اولین نمایشی که کار کردم که اسمشم بهتون گفتم زیارت بود و یه صفحه آچهار بود هنوز در آرشیو وسایل من هست اولین نمایشی که در زندگیم در سال 54 کار کردم تا آخرین سناریوهایی که کار کردم همشون خیلی مرتب و منظم عین یک شیء با ارزش توی خونه من هست و ازشون نگهداری میکنم دلیلم فقط نگه داشتنشون نیست دلیلش اینه که برای خودم یه مروری از کارهایی میشه که کردم یک روندی از از صفر تا صد امروزمه و یه بخشش هم شده تاریخ سینمای این مملکت یا تاریخ بازیگری این مملکت من اون موقع به این فکر نکرده بودم فقط چون برام خیلی ارزشمند بود نگهش داشته بودم همیشه هم نگر میدارم یه بخشی رو دادم موزه سینما دیدم خیلی بهش وفادار نیستن همه رو پس گرفتم توش خب در مورد کسایی هست که باهاشون کار کردم الان نیستن یا بازیگرایی که با هم همکار بودیم دست خط اونا روش هست یا داشتای اونا روش هست یا نگاه من نسبت به اونا و اینا خودش برام انگار مثل یه ساختمونی میمونه که پله پله آجراشو گذاشتم اومده بالا و الان همینجور هی داره میره بالاتر و منتظرم که این ساختمون کی کامل میشه هنوز برام کامل نشده ولی همه اینا پایه های مستحکمی میشن برای اون کاری که میخوام بکنم